کشف سرمنشأ واقعی اسلام. ابن هشام روایت جالبی رو برای ما تعریف میکنه. همان اوایل تاریخ اسلام بود، تازه عده کمی به اسلام ایمان آورده بودند. یکی از اینها مردی بود به نام الطفیل بن عمر، اهل مکه. او در یکی از سفرهاش اسلام آورد و وقتی به خانهش در مکه برگشت، زنش هم تصمیم گرفت اسلام رو بپذیره. بعدش الطفیل به زنش میگه به معبد آلدوشاره بره و خودش رو تطهیر کنه. توی اون منطقه مقدس یک باریکه ی آب وجود داشت که اون میتونست خودش رو بشوره. او این کار رو کرد، به خونه برگشت و در مورد اسلام یاد گرفت. آیا این داستان در مکه اتفاق افتاد؟ 1000 کیلومتر دورتر، جایی که معبدی برای دوشارا وجود نداره؟ یا در پترا اتفاق افتاد؟ اگه اینطور باشه، در پترا معبد دوشارا وجود داره. او میتونست بیاد به معبد، خودش رو بشوره و بره خونه. آیا معبدی وجود داره برای دوشارا در مکه در عربستان سعودی؟ نه معبدی، نه شکافی در صخره، نه جوی آبی، نه دیوار شهری، نه چمنی و نه درختی، هیچی، همشون در پتراست. و برای 100 سال اول همه مساجد در تمام دنیای اسلام به مسجد الحرام، مکان ملاقات ممنوع، در پترا اشاره میکنه. شهر دیگری در دنیا نیست که این تعریفا بهش بخوره، آن هم انقدر عالی. و الخطاب اونقدر زید رو آزار داد که او رو مجبور کرد به قسمت بالایی مکه بره و او توقف کرد در کوه حرا روبه شهر. و جالبه که طبق این داستان کوه حرا در قسمت بالای مکه قرار داره. اگر شما امروز به مکه برین، غار حرا رو به سمت شهر نیست، ولی اینجا در پترا قسمت بالای شهر شمال خیابون ستون داره و قسمت پایین شهر جنوب این خیابون ستون داره. در نتیجه شهر نصف شده توسط خیابان ستون دار. در حقیقت این خیابون شهر رو به دو نیم کره تقسیم کرده، بالایی و پایینی. اگر پترا همون شهر مقدس مکه است، پس غاری که محمد اولین الهاماتش رو دریافت کرد باید در اونجا باشه. نوشته های قدیمی میگن که غار رو به شهر بود و در ارتفاعات کم بود، چون محمد سعی کرد از کوه بالا بره و خودش رو پرت کنه پایین. اگه اینطور باشه، فکر میکنم میدونم کجاست، ولی باید با هم بریم به اونجا. اینجا در این غار میتونیم ببینیم که انواع خدایان سنگی وجود دارن. اون بالا یک علامت هلال ماه میبینیم. این درست جایی که یک مرد جوان میرفته برای تفکر در مفهوم زندگی. تعریف ها و محل این غار کاملا مثل چیزهایی که در نوشته های باستان میگه. درست بیرون شهر ورودی اون به سمت شهر و شواهدی است که مردم اینجا برای مراسم مذهبی و تمرکز وقت میگذرونن. فکر میکنم این یکی از مقدسترین نقاط برای کل اسلام و اینجا در پترا است. قرآن به هر مسلمانی دستور میده که به سمت محل ممنوعه اجتماع بیسته وقتی نماز میخونه. محل ممنوعه اجتماع یک ساختمان نبود، بیش از این بود. منطقه بزرگی بود که با سنگهای مخصوصی علامت گذاری شده بودند. این سنگها مرز منطقه مقدس رو تعیین میکردند. داخل این منطقه هیچ نوع کشتاری آزاد نبوده، حتی پرنده ها هم کشته نمی شدن. چه نوع سنگ هایی لازم بود که علامت بزنه چنین منطقه بزرگی رو؟ اگر فقط سنگ های گرد کوچک داشتیم، اونها گم می شدند بین سنگ های دیگر صحرا. اونها باید سنگ های بزرگتری می بودند و باید چیز خاصی در مورد اونها وجود داشته باشه، طوری که مطمئنن بدونیم که این مرز منطقه مقدسه. امروز در مکه هیچ نوع سنگ علامت گذاری مرزی وجود نداره. مورخین سال هاست که فکر کردند که این سنگ ها ممکنه چه شکلی باشن، ولی به نظر می رسه که اونها گم شدن در طول سال ها، یا شاید هم هرگز وجود نداشتن. اگر پترا شهر اصلی مقدس اسلام باشه، مشخصه که سنگ تعیین کننده مرزی در مکه نخواهد بود. سنگ ها در پترا خواهند بود. یک چیزی درباره پترا وجود داره که کاملا شگفت انگیزه. هر وقت توریست ها به این شهر میان، اونا عبور میکنن از کنار سنگ های مکعب شکلی به نام سنگ جن. این اسمیه که بادیه نشین های محلی روشون گذاشتن.
چیز جالب اینه که بیش از 20 تا از این سنگای بزرگ مکعب وجود داره که علامت میزنه تمام ورودی های شهر رو. آیا ممکنه که اینها جایگاه مقدس ممنوعه رو علامت گذاری میکنن؟ شاید به این خاطر که اینا در مکه نیستن. اگه این باشه، مسجد الحرام یا مکان ممنوع اجتماع باید در اینجا باشه، و اگه اینجا بوده پس کعبه هم باید در اینجا بوده باشه، ولی اینطور نیست، چون شخصی به نام ابن زبر جا به جاش کرده. تا اینجا که برنامه ما جهت قبله اصلی که مسلمانان به اون سمت نماز میخوندن رو بررسی کردیم. همونطور که دیدیم تمام مسجدهایی که در 100 سال اول تاریخ اسلام ساخته شده بودند به سمت پترا بودند. با استفاده از دو مسجد در قلعه عمان، دان گیبسون زمان تقریبی عوض شدن جهت قبله رو پیدا کرده. آیا تاریخ اسلام به ما کلیدی میده که چرا جهت قبله عوض شده؟ اگر به تاریخ اسلام نگاه کنیم، درست در همین زمان به خصوص روبرو میشیم با دومین جنگ داخلی اسلام. جنگ های زیادی در اسلام اتفاق افتاد. بعد از مرگ محمد چندین جنگ داخلی وجود داشت، به این دلیلی که امروز شیعه و سنی وجود داره. امویان که سنی بودن پیروز شدن و از دمشق حکومت کردن. حاکم شهر مقدس عبدالله ابن زبیر بود. او خیلی ناراحت بود. از نظر او شهر مقدس مهمترین شهر اسلام بود، مادر تمام شهرها، ولی حاکمان اموی دمشق رو انتخاب کردند و عده زیادی ناراحت بودن از فساد و درگیری ها در دمشق. پس در 683 میلادی، تقریبا 64 سال بعد از آغاز اسلام، ابن زبیر اعلام خلافت کرد در شهر مقدس و این باعث دومین جنگ داخلی اسلام شد. امویان شدید برخورد کردند و ارتشی فرستادن به شهر مقدس. ابن زبیر در اون موقع کار عجیبی انجام داد. اون کعبه رو خراب کرد، حرم مقدس باستانی اسلامو. امویان شدید برخورد کردند و ارتشی فرستادند به شهر مقدس. ابن زبیر در اون موقع کار عجیبی انجام داد. اون کعبه رو خراب کرد و حرم مقدس باستانی اسلام رو نابود کرد. ابن زبیر کعبه مقدس رو ویران کرد و اون رو با خاک یکسان کرد و او بنیادش رو کند. بعد سنگ سیاه رو کنارش گذاشت، در یک پایه چوبی، در یک پارچه ابریشم. امویان بر علیه ابن زبیر و یارانش جنگیدند، ولی بعد از 40 روز خبر رسید که خلیفه وقت در دمشق فوت کرده. سرداران لشکر امویان اصرار کردند که جنگ تموم نشده، ولی باید برگردن به دمشق تا خلیفه بعدی انتخاب بشه. اعضای خانواده سلطنتی امویان به محل جنگ اومده بودن و اصرار میکردن که باید به دمشق برگردن تحت حمایت کل ارتش. پس تمام لشکر راه افتادن. مشکلی که در اینجا میبینیم مشکل زمان بندیه. اسناد اسلامی واضح میگن که وقتی خلیفه مرد، پسر 13 سالش به جاش نشست. طبری جلد 20 به ما میگه که پسر خلیفه فقط 40 روز بعد از پدرش زنده بود و او هم کشته شد. در طول این مدت ارتش ها از شهر مقدس به دمشق برگشتند. ارتشی که به آرامی حرکت میکنه روزهای زیادی طول میکشه که فاصله 1400 کیلومتری رو در بیابون از مکه در عربستان سعودی به دمشق در سوریه برسه. اگر یک ارتش میتونست 20 مایل در روز حرکت کنه، این هنوز 43 روز طول میکشید. وقتی زمان آوردن پیغام رو اضافه کنیم، زمانی رو که طول میکشه تا ارتش تصمیم بگیره و راه بیفته رو 43 روز دیگه روش بذاریم، زمان کافی وجود نداره. مکه خیلی دوره برای اینکه بخواد قابل قبول باشه. در حالی که اگه شهر مقدس پترا بود، اون وقت فاصله ها کم میشد. این مشکل فاصله ها تاریخ اسلام رو بارها و بارها مشکل دار کرده. مکه در عربستان خیلی دوره برای اینکه خیلی از حکایت های اول اسلام جور در بیاد.